با عرض سلام و احترام خدمت شما شاگردای عزیز و دوست داشتنیم، امیدوار هستم تمامتان جور و صحتمند باشین و لباس عافیت بر تن داشته باشین. یک سلام هم خدمت خانواده های محترمتان تقدیم میکنم. شاگردای عزیز، به درس امروزی ما خوش آمدین. قسمی که همه تان میفهمین، درس امروزی ما مضمون انگلیسی صنف چهارم هست و موضوعی را که ما مورد بحث قرار میدیم حروف الفابت یا حروف الفبا است. قسمی که شما به یاد دارین ما حروف الفبا را خواندیم و تا کدام حرف خوانده بودیم کی برام میگه؟ تا حرف ام. آفرین. و ما همچنان بر ام بعضی کلمات را خوانده بودیم. امیدوار هستم که تمامتان یاد گرفته باشین. مطمئن هستم یاد گرفتین. به خاطر چی؟ به خاطر که شما بسیار زیاد کوشش کردین. خب شاگردای عزیز و نازنین، بیاین که درس امروزی را شروع بکنیم. قسمی که گفتم حروف الف باز، امروز ما سه حرف دیگر را میخوانیم که کدام حرف است؟ حرف ان، حرف او و حرف پی را میخوانیم. خب دوستای نازنین، ما پسانتر برتان چی میکنیم؟ تمام از اینا را دوباره نوشته میکنیم سر تخته. اما فعلا بیاین که یک بار درس گذشته ما را تکرار بکنیم و در کتاب هایتان هم درس امروزی ما صفحه 14 تا 16 است. کتاب هایتان را باز بکنین، ببینین صفحه چند؟ صفحه 14 کتاب تان است. خب بیاین پیش از اینکه حرف ان او پی را بخونیم، یک بار حروف الف با را تکرار کنین. امروی ما یک جای تکرار کنین. صحیح؟ خب با چی شروع میکنیم؟ با گفتن بسم الله الرحمن الرحیم. خب این کدام حرف است؟ حرف ای. خب شاگردای عزیز و نازنین ما، به یاد دارین وقتی که ما براتون گفتم یک حرف ما میخوانیم در انگلیسی چی؟ چند چیز بر ما مهم است؟ سه چیزی. یکی نام از او حرف، یکی شکل از او حرف و یکی هم صدای از او حرف. خب بیاین که از حرف ای شروع بکنیم. خب این کدام حرف است؟ حرف ای. شکلش به این شکل است و صدایش چیست؟ اه، به این شکل. مثل که میگفتین A for apple یا A for apple. سعیز آفرین. تشکر بسیار زیاد شاگردان نازنینم که درس هایتان خوب میخوانید. بیاین که تکرار بکنیم. خب A B C، صدای زیر کی برام میگه؟ K. آفرین. D E F G H I J K L M. تا می حرف خوانده بودیم نه؟ آفرین. تا حرف ام خوانده بودیم. خب حالا کدام حرف ها رو میخوانیم؟ اول براتون نشان میدم حرف چی هستی؟ حرف ان است. حرف چی؟ حرف ان. دیدین حرف ان؟ بیاین که براتون نشان بدم که به حرف ان ما کدام حرف چی رو میخوانیم؟ کلمات سعیز؟ ان. سعیز؟ کدام حرف؟ حرف ان. ان دوستای نازنین ببینین حرف ان. This is ان. What? ان. ان. سعیز؟ ببینین؟ N for net. Net. دیدین ایره؟ این کلمه است برش. خب اینال بیاین که صدایش بکشیم. صدایش چیست؟ مثل که صدای N چه قسم بود؟ N. صدای ازی؟ N. N. به این شکل است. ایست؟ دیدین؟ این حرف حرفی چیست؟ حرف N. بعد از N چی است؟ N. O. O. اول ما میخواییم بر شما چی را نشان بدم؟ تصویر نشان بدم. خب این چی است که میگه برم؟ حتما میگن استاد نارنج است. آفرین، این نارنج است. خب اینال بیاین که نارنج رو ببینین در انگلیسی چی میگن. حتما یک کلمه میگن که اولش به کدام حرف است؟ به حرف او. پس چی است؟ او فور اورنج. چی؟ او فور اورنج. آفرین. دیدین ایره؟ بیاین به این طرف هم ببینین. سیز او. ان او. حرف دومی را که خواندیم چی است؟ او. آل میاییم به حرف سیومی. حرف سیومی ما اول تصویر رو ببینین. آفرین، تمامتان فهمیدین چی است؟ ای جای بسیار زیاد شما دوست دارین، شما طفلای نازنین پارک زیاد دوست دارین. پارک. پس کدام حرف است؟ حتما حرف پی است. آفرین. حرف چیست؟ حرف پی. پی فور پارک. پی فور، ببینین پی فور پارک. صحیح؟ خب دوستای نازنین چند حرف خواندیم؟ سه حرف خواندیم. چی چی بود؟ ان او پی. بگوین از پشم تکرار کنین. ان. Excellent. O P N O P N O P. خب دوستای نازنین، حالی که خواندن شه یاد گرفتید، بیاین که بریم به طرف چی؟ به طرف نوشته. ما حرفا رو براتون نشون میدم، شما برام بگوین کدام حرف است، بعد از میریم به طرف نوشتیش. صحیح؟ خب این کدام حرف بود؟ این حرف N. Excellent. This was N. بیاین حرف N. خب دوستای نازنین، این حرف ان است. ایام چی است؟ حرف ان است. بیاین که ایران در این قسمت چی کنیم؟
آویزان کنیم. حالا بیایم به طرف چی؟ به طرف نوشتش. صحیح است؟ حرف ان نوشته میکنیم. صحیح است؟ حرف ان. اول باید چهار خط بکشیم. صحیح است؟ آفرین. خب دوستکای نازنین برین به صفحه 14 کتابتون. آفرین شاگردای نازنین. حرف چیز؟ حرف ان. میبینین؟ حرف ان. یه کدام کلمه را استاد برای ان گفته؟ بیاین که ببینیم کدام کلمه را گفته. ان فور نرس. چی؟ نرس. کلمه را که در کتاب برش گفته نرس است. نرس چی را میگه؟ مام نرس میگیم یا پرستار برش میگیم. صحیح است؟ پس نرس کی است؟ پرستار است. ببینین؟ ان. حالا بیاین به طرف نوشتش. چه قسم نوشته میشه؟ خوب دیدین در تصویر؟ در تصویر هم دیدین، در کتاب هایتان هم دیدین. حالا میاییم حرف ان نوشته میکنیم. صحیح است؟ از خط اولی شروع میکنیم. صحیح است؟ به شکل. بعد از او تو میاییم حرف ان. صحیح شد؟ چی شد؟ حرف ان شد. خب دوستکای نازنین، این قسم هم نوشته کرده میتونین؟ میتونین که از خط پایینی شروع بکنین به طرف بالا، پس بیاین به خط سوم و برین به طرف بالا. این قسم هم نوشته کرده. در هر کدام که خودتان راحت هستین اما قسم نوشته کنین. صحیح؟ این خوش شد حرف کلانش. ده حروف های دیگر ما خوانده بودیم، گفتیم که حرف چی هم داره؟ حرف کوچک هم داره، نه؟ یاد به یادتون هست حرف کوچکش؟ حرف کوچکش هم میبینیم که چه قسم است. ببینین؟ دیدین؟ حالا میایم نوشته میکنیم حرف کوچکش. صحیح؟ ده دو خط وسطی ان به این شکل. ای چی هست؟ ای حرف ان هست. صحیح؟ ای شد حرف ان ما. بیاین به حرف بعدی. صحیح؟ حالا من این قسمت پاک میکنم تا که حرف بعدی را اینجا ویزار کرده بتانیم. صحیح؟ شاگردای نازنینم، ای کدام حرف بود که خواندیم؟ حرف ان. بعد از ان چی میایه؟ بعد از ان هر کس بر ما بگویه که کدام حرف میایه جایزه داره. حرف چی میایه بعد از ان؟ حرف او میایه. آفرین، شاباش، خوب یاد گرفتین. ای چی است؟ حرف او است. صحیح؟ میایم حرف او را میزان میکنیم در این قسمت. حرف او. صحیح؟ و اینجا ما یک دونه او دارم. ببینین حرف چیز؟ حرف او. قسمتی را میبینیم او. صحیح؟ حرف چی شد؟ حرف او. اینا رو میایم به حرف او. برین به صفحه چندم؟ به صفحه 15 کتاب. صفحه 15 کتاب. استاد ای کدام کلمه را گفته به او؟ به او کدام کلمه را گفته؟ کی میگه برم؟ آنین. چی؟ آنین. آنین چی را میگه؟ اینا پیاز. آنین پیاز. صحیح؟ آنین در کتابتونم امی کلمه را گفته. دیدین چه قسم میخوانین؟ آنین. آفرین. حالا بیاین که نوشتهش بکنیم. صحیح؟ یک خط، دو خط، سه خط، چهار خط. خب این حالا برین به کتابایتون، به صفحه کتابتون خوب دقیق ببینین. دیدین؟ بیاین کالو نوشتهش بکنیم. از چند خط؟ سه خط. به این شکل، شکل یک دایره. چیز حرف او است. صحیح؟ حرف چیز؟ حرف او. حرف خوردشه. دیدین؟ دو خط وسطی. میبینین در کتابتونم به این شکلی تیه خط برتون داده، گفته که یه خط قسم کش بکنین، دار بتین چی میشه؟ حرف او میشه. صحیح؟ ای بود حرف او. حرف بعدی ما را ببینین. حرف بعدی ما چی است؟ من میفهم گیره کلتان میشناسین. حال دیگه کلمه مشترک پیدا شد بین ما و بین زبان انگلیسی. صحیح؟ چی هستی؟ ای چی هست برم بگوی؟ چیز؟ پنسل. اکسلنت. پنسل. پنسل پنسل است. صحیح؟ و میفهمین که پنسل به حرف پی یا پی شروع شده. پس پی فور پنسل. دیدین؟ پی فور پنسل. پی فور پنسل. ببینین؟ اینا ما اینجا براتون نوشته کردیم. پی فور پنسل. ببینین؟ دیدین؟ حالا بیاین که پنسل هم چی کنیم؟ اینجا اول تخته رو پاک کنیم. پی مایی حرف رو اویزان کنم. صحیح؟ مشکی قسمت رو جور کنیم. آفرین شاگردای نازنینم. خب بیاین که حرف چی است؟ حرف پی. اینا این حرف پی. دیدین حرف چی است؟ حرف پی. پی فور پنسل. یا یک کلمه دیگر که خوانده بودیم چی بود؟ پی فور، جایی که شما بسیار زیاد دوست دارین با بازی کردن میرین اونجا. پارک. آفرین. در پارک متوجه باشین که خودتان افگار نکنین. صحیح؟ خب حالا باید سه چهار خط باید رسم کنی. صحیح؟ اینا شما حساب بگیرین. تکمیل شد؟ نه، یک خطش مانده استاد. آفرین. اینا چی شد؟ ای چهار خط شد. برین به صفحه 16 کتابتان. در صفحه 16 کتابتان در یک قسمت هم چی را گفته؟ پا
پارک گفته پی فور پارک سی است بیشتر ما براتون نشان دادم پی فور پارک نه پی فور پارک سی پی فور پارک در کتابتون هم امی کلمه را آورده پس بیاییم که نشته کنیم حرف چی را؟ حرف پی را سی است میاییم به این شکل حرف پی تا خط دو حرف چی شد؟ حرف پی حرف پی به این شکل شد خب این حال بیاییم به حرف پی خورد دوسته که نازنینم دید دو حرف که این و او بود دیدین که حروفای کوچک شه بدرکای خورد چه ما در دو خط وسطی نشته میکردیم سی است اما پی دیگه یک کم فرق داره دهی خوب متوجه باشید دهی ما باید ایره در سی خط پایین نشتش بکنیم سی است به این شکل قسمت نشته میکنم که خوب متوجه شوید این چی شد؟ حرف پی حرف چی؟ حرف پی دیدین؟ خب بیاین که یک بار بخونیم ان O O P N O P شما بگوید آفرین N O P سیز خب شاگردای عزیز و نازنینم درس امروز ما چی بود حروف الف با یا که در انگلیسی برش میگه الفابت اوکی خب چند حرفش خواندیم سه حرفش خواندیم کدام حرفا بود N O P N O P سیز ای سه حرف خوانیم نوشتش هم یاد گرفتیم حال بیاین به کارخانگیتون شاگردای نازنینم اما قسمی که دیگه کلمات را شما هر کدامش یک یک صفحه نوشته کرده بودین ای را یک یک صفحه نوشته کنین یک صفحه حرف کلانشه و یک صفحه هم حرف خوردشه سیز تا که خوب سعی یاد بگیرین اگه شما نوشته نکنین باز زود فراموشتان میشه من میفهم حال کلتان یاد گرفتین به خاطر از اینکه بسیار زیاد خوب متوجه بودین اما اگه شما یاد نوشتش نکنین باز یاد نمیگیرین یادتان میره خب دوستکای نازنینم شاگردای عزیز و مهربانم شاگردای مقبولم تمامتان به خداوند میسپارم درس امروز ما همه قدر بود درسکایتان بخوانین متوجه خودتان باشین تا درس بعدی که بازم من در خدمتتان قرار میگیرم تمامتان به خداوند یگانه امانت میکنم خدا حافظتان